سلام، بهنام سعد هستم. خوش آمدید به یکی دیگه از قسمت‌های جذاب دیدنی اتاق بازی. همونجوری که شما هم در جریان هستین، قیمت ارز خیلی داره نوسان پیدا می‌کنه و خب طبیعتاً روی گیم و صنعت گیم هم تاثیر خودش رو می‌ذاره. حالا یه سری تدابیر دیدم بچه‌های اتاق بازی، کارشناساش، که شما شاید بتونید اتفاق خوبی رو رقم بزنید. الان فکر کنم تا دو برابر بتونید بازی رو تهیه بکنید. امیدوار هستم که خب الان اطلاع دادن که شد سه برابر. امیدوار هستم که بتونید اتفاقهای خوب رو ببینید تو این دفعه اتاق بازی. البته ما یه سری تغییرات داریم میدیم تو اتاق بازی به خاطر بالا رفتن قیمت. از سه و نیم برابر الان قیمت رو رفت بالا. امیدوار هستم که توی این برنامه از دست ما دلخور نشید، چون یه سری صحبت‌ها با مجید کردیم، تهیه کننده برنامه‌ساز و همه کار اتاق بازی، ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. خب 3.5 برابر شما میتونید قیمت گیم رو بگیرید و بازی بکنید. امیدوارم که از این بالاتر نره 4 برابر. امیدوارم که 6 برابر نشه. بریم ببینیم که چه اتفاقایی تو این قسمت میفته و آرزوی موفقیت میکنم براتون. خب چطوری؟ زنگ نخوره. نه نمیخوره حرف نزن. خب خوبید؟ شما سلامتین؟ همه چی خوبه؟ با یه کاپ گپ دیگه در خدمتتون هستیم. یه مهر ماهی رو برداشتیم آوردیم ترتمیز نو. البته نایلوناشو کشیدیم روش دیگه باز شده. انقدر بابا دیگه برنامه رفته. در خدمت مجید گل دوست داشتنی هستیم. من خیلی دوستش دارم. مجید یکی از دوستای چندین و چند ساله من. همیشه هم این توفیق شامل حال من شده که اینو هرس بدم. تو هر آیتمی میاد هرسر میخوره. میخوایم به جایی صحبت بکنیم. ما احتمالاً یک تغییراتی توی کافه گپ داشته باشیم. حالا به خاطر اینکه بالاخره همه ما تحت مسائل مالی هستیم، ما تو ایران زندگی میکنیم، همه درگیرش هستیم اینا. حالا همه اینا رو مجید کل اتاق بازی، البته کل اتاق بازی، آره کل اتاق بازی شاملش خواهد شد و حالا مجید توضیحات رو میده. مجید چطوری؟ شما خوبی؟ خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره ما تونستیم شما رو ببینیم. البته قرار بود زودتر ببینیم ولی نشد، گفتیم حالا ببینیم. چه خبر؟ خدا رو شکر. سلام میکنم به بچه های خوب اتاق بازی. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه تو این اوضاع نابسامان. هم همه هم داریم، همه درگیر بشیم، حالتون خوب باشه، بالا پایین بره، بیخیال چیزه. آره من شنیدم گیم ها خیلی گرون شده، اصلا افتضاح. ببین پارسال همین موقع نهایتا مثلا فیزیکی میخواستی یه بازی رو بگیری 200-250 تومن پول میدادی. حالا بازی مثلا روز عرضه که مثلا میومد توی تهران و میتونستن مردم بگیرن مثلا 500-600 تومن فروخته میشد. الان چنده؟ الان والا با بچه های مغازدار صحبت کردیم، میگن اسپایدرمن یکی 2 هفته دیگه، درسته؟ 2 هفته دیگه که اسپایدرمن ریلیز میشه، میگن همین قیمت دلار بمونه 850 تومن مثلا توی ارزون شدنشه. چون بازه دوباره مثلا روز ریلیزش میشه مثلا 1,200-300. واقعا میگی؟ یعنی واقعا مثلا 1,200 پول بازی بده؟ چقدر خوشحالم که عاشق بازی هستم. به خدا دغدغه است. خب ببین اصلا پدر آدم داره اذیت میشدن واقعا. مثلا همین بود دیگه، تو این برنامه ما آیتم درست کردیم راجع به اینکه بچه‌ها چیکار بکنن که بتونن بازی‌ها رو، اکثرا همین کارو میکنن دیگه، اشتراکی. مثلا من و تو یه دونه بازی رو دوست داریم، مثلا فیفا میخوایم بریم بگیریم، چند تا اشتراک میشه با هم میریم میگیریم 10 تا مثلا بازی. میگم نه ببین دو نفر مثلا من و تو، من مثلا اکانتمو میرم چیز میکنم. نه خب آخه یعنی چی نهایت حداقل تقسیم میشه دیگه، باشه نصف میشه دیگه، دلار 10000 تومانی میشه دلار 5000 تومانی. بازم اون 250 که تو میخریدی 800 میشه 400، بازم بیشتر. آره دیگه، آره خیلی سخته. و فکر می‌کنی اصلا تو اتاق بازی هم تاثیر داشته داره؟ آره دیگه، شما باید بخری بخوای پلی بکنی ولی شما ما ببین دیگه. ما از یه طرف که حالا یه موقع‌های بازی‌ها رو خودمون می‌خریدیم، یه موقعی بچه های بودن که مثلا با همون کار میکردن، مغازدارایی که با همون کار میکردن که حالا بازی ها رو حالا مغازدارایی که نمیتونه پک رو واکنه بده دیگه، همین شده دیگه، چون اون دیگه دست الان میشه. با مغازدارایی که مثلا صحبت میکنیم به عنوان اسپانسر بخش لتس پلی بیان که مثلا بازی ها رو در اختیارمون بذارن که ما بتونیم لتس پلیش رو بریم تبلیغش رو بکنیم، بنده خدا منصری با یکیشون صحبت میکردیم، گفت که من همینجوری فروش ندارم. آره تاثیر الان بخوام اینم آکمندو باز بکنم 200-300 تومن ضرر بکنم، میدونم بری تبلیغم هم بکنی واسم بازخورد ندارم، معلوم پول ندارم. خب یه کاری کن. بعد یه چیزم بهت بگم، واسه طرف
مخاطب اکثر مخاطب این بازی ها که میخرن بچه هایی هن که به حال دستشون تو جیب پدر مادره. آره اینم هست. میدونی اکثرا بچه هایی هن که خودشون درآمد ندارن. حالا کما این که درآمد هم داشته باشه باز سخت ها. خود 800,000 تومن مثلا کپیش کردن ایرانی اینا نمیشه. از بعید میدونم از ایرانی های عزیز ما درخواست میکنیم پیگیری بیشتری بکنم. ببین یه کاره حالا که هر دن مثلا این اکانت هایی که دارن میزنن اکانت هکی هایی که دارن میزنن یه کاره دارن میکنم ولی آقا نکنین نمیارزه. ببین الان کنسول PS4 اسلیم که مثلا پارسال میخریدی با یه دونه دسته اضافه میخریدی 1,400 یه سال و نیم پیش مثلا الان شده 3,600 افزاد با یه دونه دسته نزدیک 4 میلیون در میاد یه درصد این اکانت فیکه باعث بشه دستگاه بند بشه دیگه دستگاه رو باید بندازی دور. الان بیا حالا به خاطر اینکه یه تومن ندادی 800 تومن ندادی 4 میلیون ضرر کن. واقعا خوشحالم عاشق بازی نیستم چون میدونم دغدغه است. یعنی واقعا خب چقدر عاشق هر چی باشی دغدغه است دیگه. من کارم تصویره. آره کارم نا... برنامه سازیه هم... تمام وسایل تصویربرداری تمام. خب یه کاری کن. پس یه کاری کن مجید. حالا با توجه به اینکه اینقدر قیمت بالا رفته و تو هم که اسپانسر نداری و یه مشکل دارم. دم آقایون گرم، دم مسئولان گرم که نده. یه دو سکه به من بده. چرا؟ از اون گنجی که بده که دو سکه بده دیگه. تو قطعا از سر گنج نشسته باشی بتونی تولید بکنی بدون هیچی. هوا میخوره. آره اتفاقا تب فوتوسنتز میکنه بعد زندگی میکنه. یعنی فکرم واقعا اینجوریه. خیلی ها متاسفانه نمیدونم چرا خواه چجوری تو میتونی خیلی ها اینجوری فکر میکنن. من خیلی به مجید گفتم استوب کن اتاق بازی رو. جدی میگم یعنی من فکر میکنم سه تا بخش قبل بود سه تا برنامه قبل گفتن خب مجید بس دیگه چیکار میخوای بکنی؟ گفت من تعهد دارم به بیننده اتاق بازی. حالا من نمیدونم مجید بالاخره دی اخلاقش هم اخلاق خواسته ولی واقعا سخته. ببین میدونی چیه بیننده ها متوجه میشن که تعهد داری ولی آخر با چی خودش تصویر خودش تصویر میکنه خودش استودیو داره این خود یعنی خارجی ها بیان طوری کشت کنم. ولی اگه اینجوری نبود که خب نمید واقعا تو همین یه سال هم برنامه ساخته نمیشه. آره خب سخته. من هر کنم از این یه دونه از بابا تو اکانت اینترنتت فقط خدا تومنه. ببین خودت دارم میگم یه دونه از این کارهایی که من دارم میکنم توی این چند تا کاری که دارم میکنم حالا خارج از اینکه بچه هم به حال هستن الان توی این چند ماه قبلش خودت امیر بود. آره امیر کمک میکرد من میکشید درس خونم داداش. الان چند ماه آرمان به حال کمک هست توی تصویربرداری توی تدوین کمک هست ولی اینو میخواستم بگم بنود یه دونه از این کارا رو من نمیتونستم خودم انجام بدم هزینه بود و اگر این اتفاق میفته با جمع میکردم یعنی همون یک سال پیش من با جمع میکردم اون تا بازی. آره حالا اما ببین همینو میخواستم بگم خیلی ها آره مثلا واقعیتش هم همینه واقعیتش هم همینه. یه دقیقه یه دقیقه بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم بیاییم. سلام به بخش سلاطین این اتاق بازی خوش اومدین. هفته بازی تقریبا فان و خیلی باحال رو میخواییم به تو معرفی کنیم. بازی تاندر داگز که توی این ماه اخیر توی اپستور به رتبه های بالای بازی اکشن رسید و جزو کنم 20 بازی برتر از لحاظ تعداد دانلود و از لحاظ امتیازی که توی اپستور به تازگی منتشر شده و همین حالا مناسبت بد ندیدیم که این بازی رو بهتون معرفی کنیم. بدون هیچ اتلاف وقتی میریم سراغ خود بازی. خب میریم سراغ خود بازی. بازی تاندر داگ محصول استودیو لاکی کت که از یه جهاتی شبیه به حالا بریم چون خود بازی متوجه میشه شبیه به بازی استودیو کچاپ. این صفحه اصلی بازی شما یه دونه هواپیما در اختیار دارین که بازی هم به صورت مولتی پلیر آنلاین یعنی شما توی میدان نبرد با حریفایی که به صورت آنلاین هم همزمان باهاتون بازی میکنن بعد مسابقه بدون از بین ببرینشون. یه هواپیما در اختیار داریم که میتونین مثل بقیه بازی این شکلی شخصی سازیش کنین از سکه‌هایی که توی بازی به دست میارین استفاده کنین و ارتقا بدین اون هواپیمایی که دارین هواپیما جدیدتر بخرید. خب من پلیو میزنم بریم توی خود محیط بازی. لودینگ بازی هم یکم طول میکشه و عجیبه برای بازی که حجم کمی داره گرافیک نسبتاً بالایی هم نداره عجیبه که گرافیک اینقدر طول میکشه لود بشه بازی. خب این بازی نقشه های مختلفی هم داره شما با لمس کردن این سمت از صفحه میتونید
هواپیماتون رو کنترل کنین، با لمسه یه طرف دیگه صفحه میتونین که شلیک کنین. آیتم های مختلفی توی نقشه بازی هست که بعد اونا رو بگیرین، از اسلحه و امتیاز و نمیدونم حالا اون چیزی که نوار سلامتیتون رو بالا میبره و ما بقیه حریفاتون رو از بین. اینم که میبینین لول حریفاتونه، عددی که میبینین بالا سر هر حریف نوشته میشه لولشونه. خب من دنبال این پنجم که بزنمش در رفت. آها بزنمش. نباید گیر حریف های قدر بیفتن. یه لیول 22 هستشون، اما هیدم از اون در میرن. خب لیول 1 هم بزنیم. این هر چقدر که بیشتر دووم بیارین توی محیط بازی لولتون میره بالاتر و بعد سعی کنین که حریف های بیشتری توی این مدت از بین ببرید. اسلحه همو عوض کردم این که به نزدیک حریف بشم تا داره فرار میکنم. این بازی یه جوری اعتیاد آور دیگه، وقتی اسلحه های جدید میگیرین حریف وقت لولتون میره بالاتر میتونین با حریف های قوی تر مبارزه کنین. خیلی کیف. من حدودا یکی دو هفته هست بازی دانلود کردم. این مدت تقریبا هر روز وقتم آزاد میشه گوشی برم دارم برم سراغ این بازی تا این راندم تموم بشه. فکر نکنم یک چیز دیگه ای مونده باشه من بهتون توضیح بدم. اسلحه ها هم گرفتم برم سراغ بچه ها. خب کجا دنبال منه؟ آخر امتیاز و تعداد حالا حریفایی که از بین بردین و اینا میتونین ببینین و امتیازی که به دست میارین و ببینین. حالا گیفتایی که توی بازی هست و بقیه چیزایی که توی صفحه اول بازی هم تو که گفتم میتونین کاستماایز کنین، اسلحه‌های مختلف بخرین، اون هواپیماتون رو قدرتمندتر کنین و به بازی ادامه بدین. بازی خیلی جذاب و باحالیه. همونطور که گفتم حجم کمی هم داره، برای iOSش حدوداً 100 مگ، کمتر از 100 مگ، و برای آیفون هم، برای گوشی اندرویدش هم به همین صورت. بازی است که خیلی میتونین باحال و ازش لذت ببرید. ممنون که این بخش هم با من همراه بودید. همینطور که میدونید در هفته‌ای که گذشت نمایشگاه گیمزکام برگزار شد و ما هم در این بخش به اتفاقات مهم این رویداد میپردازیم. به نظر میرسه علاوه بر حالت بتل رویال، سیستم شخصی سازی وسایل نقلیه هم در زمانی بعد از عرضه اولیه بتلفیلد در دسترس خواهد بود. همچنین حمله به شهر روتردام در دو نقشه متفاوت با نامهای روتردام و دیوستیشن در بازی وجود خواهد داشت که به ترتیبی منطقه را قبل و پس از حمله نیروهای آلمانی نشون میده. در جریان گیمزکام 2018 تریلری جدید از بازی The Division 2 منتشر شد. کاربران ایکس باکس میتونن از طریق سرویس اینساید ایکس باکس بازی رو از همین الان پیش خرید کنن و با انجام این کار میشه به بتای خصوصی بازی دسترسی پیدا کرد. همچنین پکیج ویژه‌ای به نام Capital Defender Pack و دو آیتم مخصوص در بازی هم در اختیار افرادی که بازی رو پیش خرید کردن قرار میگیره. You're up, Nico. You know I got you covered, asshole. کپکام با انتشار تریلری جدید از دیویل می کرای 5 اعلام کرد که این بازی در 17 اسفند سال جاری برای کنسول های نسل 8 و پی سی منتشر خواهد شد.
Timing. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب همونجوری که میدونید تابستون فصل کویری گیم و گیمرها باید صبر بکنن تا بازی‌های مورد انتظارشون هر چی سریعتر بیاد. ولی خب اکتیویژن خب هر ساله یه اقدام خیلی خاص و باحال میکنه، اینکه بتای بازی جدیدش که حالا امسال هم کال آف دیوتی بلک آپس 4 منتشر میکنه که هم حالت اون کویریه رو از دست بده، همین که گیمرها بتونن یه وقفه بیفته تو این سب کردنشون. و خب حالا گفتم چون این بتاش اومده کلاً هم تا 13 آگوست بیشتر وقت نبود که شما بازی بکنید، تایمش تموم شده. اکثرا با این وضع دلار نتونستن بازی رو تهیه کنن، چون بتاشو حتما باید شما پری اوردر میکردید تا بتونید بازی بکنید. و گفتم که حالا یه تیپسی ازش بگم حالا برای کسایی که میخوان در آینده بازی رو بخرن به دردشون بخوره. بریم سریعتر سراغ تیپسا. خب اولین نکته‌ای که برای این بازی است، خب چون این سبک بازی کلا متفاوت شده و کلا قسمت استوری رو حذف کردن و تمرکزشون 100% روی قسمت مولتی پلیر بازیه، اینه که حواستون باشه که برخلاف کالاف‌های قبلی شما اینجوری نیست که سولو بتونید برید کیل بگیرید. حتما سعی کنید که با گروهتون، حالا یا اون تیمی که با هم دارید بازی می‌کنید، نزدیک اونا باشید، چون مپا خیلی تقریبا کوچیک‌تر شدن و حواستون باشه که نزدیک گروهتون باشه، چون یه موقع هست میبینید که تکی میرید و میریزن سرتون رو میکشنتون. این به عنوان اولین نکته ای هستش که برای این بازی مهمه و باید حتما بهش دقت بکنید. بریم سراغ نکته بعدی. خب این سراغ نکته دوم. نکته بعدی این که توی این بازی خیلی مهمه اینی که وقتی شما توی مپ هستید و دارید حالا انمیاتون رو میزنید، جزو تغییرات جدیدیه که این بازی کرده، اینه که وقتی انمی رو میزنید اگر انمی که توی مپ بهتون نشون میده هم لولتون باشه، با نقطه قرمز رنگ، حالا رنگ قرمزش پر رنگ نیست، کم رنگه، ولی اگه هم لولتون از لولتون بیشتر یا کمتر باشه قرمز پر رنگ تری نشون میده توی مپ، که این خیلی به کارتون میاد که بفهمید انمی مقابلتون چه لولی داره. خب همونجوری که گفته بودم بهتون، تیم ورک توی این نسخه جدید کال آف خیلی مهمه و همونجوری که الان میبینید هر کدوم از این، حالا به قول اپراتور یا حالا هرچی، سولجرهایی که دارید ابیلیتی های خاص خودشونو دارن و همیشه سعی کنید این ابیلیتی هایی که استفاده میکنید باز هم تیم ورک باشه. همونجوری که میبینید شیلد رو گذاشتم و به کار هم تیمیام اومد. سعی کنید کلن ابیلیتیاتون رو وقتی میخواید استفاده بکنید در جهت تیم ورک استفاده بکنید و فقط به عنوان سولو کیل استفاده نکنید. این هم به عنوان این تیپس. نکته بعدی که باز میمونه این که شما میتونید منتل بکنید، یعنی حالا همون جوری که از در و دیوار بالا میرفتید تو بلک آپس 3، اینجا کمتر شده. ولی خب نکته جالبی که هست این که شما میتونید از هر چیزی توی مپ بالا برید.
با یه ذره تلاش مثل هیرو لوسیو توی اوورواچ میمونه. از هر چیزی از در و دیوار میتونید بالا برید و این خیلی به کارتون میاد. اکثرا نمیدونن، حالا چون بازی هم جدید اومده، چون فکر میکنم منتل حذف شده کلا، ولی نه، با چند تا تلاش کردن ساده میتونید از رو در و دیوار بازم مثل بلک آپس 3 بالا برید. اینم این نکته. یه نکته دیگه ای که میمونه اینه که من حالا گفتم که این چند تا بازی که حالا من کردم بگردم ببینم کدوم گان از همه بهتره و به کارتون میاد، و به همین دلیل گشتم و حالا این تفنگی که بهتون میگم صرفا خوب نیست، ولی جزء بهترین تفنگایی که من پیدا کردم توی بازی و فایر ریت بالایی داره، دمیج بالایی داره. اگه دوست داشتید میتونید ازش استفاده بکنید. تفنگم اسمش اسپید فایره و خب همونجوری که میبینید، حالا عکسش هم واسهتون گذاشتم که اطلاعاتشو داشته باشید و حالا سریع برید بای بکنید تفنگو. فایر ریت خیلی خوبی داره، دمیج خوبی داره و توی فایت خیلی، مخصوصا فایت های نزدیک خیلی به دردتون میخوره. اکثرا فایر ریت های این بازی کمه و همونجوری که گفتم باید هدشات بزنید، ولی این تفنگ اینقدر فایر ریتش زیاده، حالا بدون اتچمنت هایی که روش میذارید جواب کارتون رو میده. اینم از تیپس این هفتمون. میگم چون بازی زیاد نیستش و قیمت دلار هم که زیاده و گیمرها نمیتونن زیاد بازی تهیه بکنن تو این شرایط، گفتم یه بازی جدید حالا در آینده اگرم بخوای تهیهش بکنید به دردتون بخوره این تیپسا. امیدوارم خوشتون اومده باشه دیگه. حالا تا هفته دیگه و یه ذره بین یه تیپس دیگه. کیپ پلینگ. خب ببینید، مسائل مهمیه، اما مجید بالاخره که چی میخوای چیکار کنی؟ خیلی ها فکر میکنن که آره واقعا ما سر گنج نشستیم، سکه هر روی دلار داریم خرج. نه آقا، برنامه خرجایی که داشت و آرمان جیگان با آرمان آره من هر روز میام میشینم اینجا آرمان بالم میزنه اینجا. آره یه نکته من بهتون بگم شاید براتون جالب باشه، ما برای کافه گپ اول در نظر داشتیم که هدیه بدیم، بعد به نوید سعد هم هدیه دادیم، دومی موتوری خورد زمین بستگی داشت برای ما میاره. بعد من به مجید گفتم مجید داشت بالدین بود دیگه، از بالدین گفت گفتم هر دفعه یه هزینه است، میخوای رفاقتی مثلا از دوستای خودمون دعوت بکنیم؟ ولی دم هر مهمونه که اتفاقا ببین همین رو میخواستم بگم، یه سری هم کنار همونایی که فکر میکنم ما رو گنج نشستیم، خیلی ها میومدن انتقاد میکردن آقا این کافه گهبتون مگه قرار نبود سلبریتی دعوت کنید؟ آره 4 میلیون اینا مثلا 5 میلیون یه سکه درسته که بالاخره به خدا شما دعوت کن، اگه من نیام تو برنامه تو دعوت کن، اگه من نیوردم آقا تو زایم بزن به رفیقت بگو بیاد سلبریتی. نه ما فکر میکنم بالای 200 نفر از توی اینستاگرام آدمهای معروف رفیقای خودمون خیلی ها رو صحبت کردیم، خیلی ها که نامردی اصلا تا دقیقه 90 هم میگفتن ما میایم، بعد یهو جواب نمیدادن، جواب نمیدادن. آقا یه چیزی میشه من بگم جو دور نیست سوء استفاده کنم؟ آره فوش آقا یه کاری نمیخواید بکنید جواب تلفنتون رو بدید. آره ما بگو نمیخوام بکنم. آقا بگو نمیخوام بکنم، بگو نمیام. آره آره نمیام، نمیخوام بکنم. واقعا دم این جواب تلفن ندادن خیلی رو مخه. آره ولی واقعا دم مهمونای کافه گپمون که اومدن و دم تک تکشون گم خیلی آدم باحالی بودن. از همونجا از همشون آره من تشکر کنم. یه چیزی رو من بگم، ببین مجید، حالا خوبیه برنامه‌هایی که تو ایران ساخته میشه که آدم‌ها رو قوی می‌کنه. یعنی پارت میکنه که بتونی برنامه. آره اینجوریه واقعا، اصلا تو روش آدم کلاس میشه. آره، آره اصلا پدر آدم نمیاد. اما خب بدون تعارف، من آدم شوخی هم همش هم میگم میخندم، اصلا پلن کافه گپ کمدیش بود، پلن کافه گپ متفاوته. بعید میدونم من دو تا سه تا سوال بیشتر تو کافه گپ از گیم اصلا نپرسیده بودم، یعنی من آدم گیمی خیلی نیستم، ولی خب به درخواست مجنون واقعا مجید سخته. پلن چیه برای اینکه حالا اسپانسری که من میدونم از همون اول درگیرش بودی، یک سال پیشم که من زنگ زدم اول حتی گفتم اسپانسر کارت کی اسپانسر که گفتی نداری اسپانسر، یعنی هیچ کدوم از بچه‌ها تو کافه گپ هزینه‌ای که دریافت نمی‌کنه تو حتی، یعنی همه دلی دارن تو اتاق بازی فعال آیتم خودتون می‌بینی؟ آره من اینجوری هم دست شما دارم آخه نه دوربین اونجاست، دوربین اونجاست. بعد خب اسپانسر که نداری، آپارات هزینه پرداخت بهت میکنه؟ نه. بعد
ما مهمونامون هم که پول نمیگیریم میان تو برنامه. پولم نمیدیم بهشون، پولم نمیگیریم. میشه گیره. بعد یه جایی برس میشه. من یه پیشنهاد میخوام بدم. واقعا هم همین الان بزنم به صدا. خدا شاهدم برنامه‌ریزی نکردم. حالا شدم ناراحت چیکار کنم؟ کات کن. حالا این کات کنم من میگم استوری میذارم میگم اینو گفتم این کات کرد. چرا نمیگی دونات نمیذاری؟ دونات بذاری. نه واقعا ها. واقعا جدی میگم ما الان تصمیم گرفتیم که کافه یپ رو بکنیم دو بار در ماه به جای چهار بار اتاق بازی رو بکنیم دو بار در ماه. خواهید دوست داریم بیشتر دیده بشه بیاین. نه نفری هزار تومان بدین. نه چرا نه؟ نه من چرا گداییه؟ احساس میکنیم مثلا داری گدایی میکنی؟ نه آقا داری برنامه سازی میکنی. خب جایی ببین آقا جایی حمایت باشه یه کاری ببین بکنن. کسایی باید حمایت نه خب کسایی باید حمایت کنن که نکردن تو این چند وقت. ببین قبل اینم صحبت کردیم دیگه دوباره اسم رو در نیاریم. نه وایس یه کسایی اومدن صحبت کردن، یه بندگان خدایی اومدن گفتن که اصلا چه جاهایی نه. جلو چه بده. کسایی برگشتن گفتن که ما اتفاقا با اتاق بازی کار جدی میکنیم. اتفاقا با اتاق از ببین از مسئولانی تشکر میکنیم. نه ولش کن اینو من میخوام با نماینده مجلس. خب یه دقیقه باشه جلوی چشم من برگشتن گفتن که ما با اتاق بازی کار جدی میکنیم ولی خب حالا کار جدیشون با ما چیه که میکنن دیگه. حالا بعد ببینید دیگه چیکار باید میخوام بکنم. حالا من سوالم اینه ببین باشه آقا هر کی دوستاش پول بده. آقا اصلا پولم ندن خیلی خوب باشه آقا پول ندید اشکال نداره. هر کی در اندازه وسط خودش اگه آدمی میشناسه که مثلا معروفه یا دوست داره توی مهمون کافه گپ بزنه معرفی کنه آقا یا تعظیم بره. آقا بالاخره یه کاری باید بکنی که شوخی داره میکنه به کلا داره شوخی میکنه منم شوخی میکنم به داره شوخی میکنه ولی ببین حالا وقتی جمع شد کافه گپ میفهمی اتاق بازی تموم شد میفهمی تموم نمیشه تموم نمیشه من با جون و دل دارم. البته یه چیزی میگم وای مجید آدم باحالیه الان رفته سر میخواد بره یه کار دیگر بکنه پولشو برده بریزه این تو با منم داره کار میکنه اونجا ولی کار جالبیه دیگه مثلا یه رو یه جدی کار کنی که اینجا مثلا هرچه نمیدونم والا نه اتفاقی که هست ما اصلا امروز اومدیم که راجع به همین صحبت کنیم با تون اومدیم بگیم که ما یه سری تغییرات و الان وضع اوضاع هم اقتصادیه همه چی خراب بله حتی اون پولدارا اصلا هر چی خوابیده خیلی از برندهای بزرگ آره استاپ شده چه میدونم غذایی و فلان و بسار اینا همشون استاپ شدن همشون بالاخره واقعا از لحاظ کاری به مشکل خوردن. ما هم به خدا ما هم از مردم خود ما خودی ما بدتر توی مردمیم ما هم هزینه‌مون هیچ کی نمیده. آره ما هم از نامونو هیچ کی نمیده. نه حالا کسی میخواد از نامونو بده من در خدمت هستم. از بابای منم داوود اسمش. ولی بی هزینه. بی هزینه داری بده. آره. ولی من موافقم که چکر آدم بودم آره ولی من موافقم که بابا خودم میگم آره من ولی مثلا من بعدم بدم نمیاد مثلا داوود هزینه مثلا بابای من بشه چون بالاخره مامانای مختلفی رو انتخاب میکنه بالاخره آره خیلی خوب شما خودتون دست دارید کار دارید آره خب یه دقیقه اینجا همینجا مجید یه دقیقه نگه دار بریم یه بخش رو با هم ببینیم باز برمیگردیم در خدمتتون هستیم. این روزا دیگه ما گیمرها دچار دوگانگی شدیم. با این وضعیت دلار تا چند ماه آینده کلی بازی میاد که واقعا چندین سال واسه شون انتظار کشیدیم و خب با وضعیت فعلی ارز نمیدونیم که چجوری باید این همه بازی رو تهیه بکنیم. تو این قسمت از اتاق بازی میخوایم بهتون چند تا راهکار رو ترفند بگیم که بازی ها رو حداقل بتونید با یه قیمت تمام شده کمتری بخرید. با ما همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ راه حل‌هایی برای پایین آوردن هزینه تموم شده بازی‌ها بیاین یه بار دیگه با هم بازی‌های مهمی که در این چند ماه آینده به بازار میاد رو مرور کنیم. شاید نزدیک‌ترین بازی PES 2019 باشه که با قیمت 60 دلار عرضه خواهد شد و بعد NBA 2K، اسپایدرمن، شادو آف تام رایدر و در آخر هم فیفا 19.
این تازه فقط بازی‌هایی بود که تا مهر ماه قراره به بازار بیان، یعنی همین یه ماه دیگه. حالا اگه شما تصمیم داشته باشید همه این بازی‌ها رو بخرید، باید $300 هزینه کنید که اگه بخوایم تبدیلش کنیم با دلار فعلا 10,000 تومان میشه 3 میلیون تومان. من خب اون تعداد بازی که دلم میخواد مطمئن نمیتونم بگیرم. من مثلا اسپایدرمن خیلی دوست دارم بگیرم بازی کنم، رد ددنا به کنار، فیفا 19 که بعدم مطمئنم بگیرم. لیستم کوتاه‌تر میشه دیگه، یعنی بازیایی که میخوام بگیرم و بازی کنم و مجبورم گلچین کنم و کمترش کنم از حد معمولی که ممکن پارسال میتونستم بگیرم، الان باید کمترش کنم. من خودم فکر کنم فیفا رو که خریدم، پیش خرید کردم، رد دد و کال آف بلک آپس هم فکر کنم بخرم. فکر کنم واقعا باید یه سری از بازی‌ها رو فاکتور بگیرم، یعنی شاید بازی‌های استوری و سینگل و اینا رو واقعا بخوام مثلا با دوستام شیر کنم یا نتونم اصلا بازی بکنم. ترجیح میدم همون بازی‌های آنلاینی که الان مثل فیفا یا بقیه بازی‌هایی که خیلی دوستشون دارم و نمیتونم با کسی شیر کنم و بتونم بخرم فقط. خب برای خرید بازی‌ها مخصوصا با این قیمت دلار الان هر بازی بیاد فکر کنم کمتر از 600 خورده 700,000 تومان نباشه. منم خب ژن خوب نیستم، نمیتونم روزی 700 تومان 800 تومان بدم واسه هر بازی. یه سری روشا داریم حالا. خب بریم سراغ راه حل‌ها. شاید نزدیکترین راهی که به ذهن میرسه خرید نسخه فیزیکی بازی با تقسیم کردن هزینه اون بین چند نفر باشه که میتونه خیلی به هزینه تموم شده کمک بکنه. البته به شرطی که نسخه فیزیکی بازی‌های دلخواه تو بازار گیر بیاد. فیزیکی که نه، فیزیکی بازی‌ها رو نمی‌گیرم، چون اول اینکه خود نسخه فیزیکی بازی قیمتی داره، وقتی اینقدر دلالی و وقتی وارد کشورم میشه قیمتش مطمئناً بالاتر از اون حد معمولی که بعد تبدیلش کنی به دلار رو بتونی بازی رو بگیر. به خاطر همین بازی‌ها رو من به صورت دیجیتالی از خود استور دانلود می‌کنم و اینکه حالا بعد گیفت کارت حالا $60 اینا بخرم، اکانتامو شارژ کنم، بازی رو دانلود کنم. اینکه اصلا بازی رو نخریم که نه، اصلا البته خب میدونی آره باید یه سری بازیه که قبلا شاید همینطوری برای سرگرمی میگرفتیم ببینیم بازیه چطوری و اینا رو که دیگه کلا باید بذاریم کنار. ولی برای اکانت شری خب من تا حالا تجربهشو نداشتم، ولی شنیدم که خب این اتفاق میتونه بیفته و احتمالاً راه حل خوبی باید باشه. و از اون طرف هم که فیزیکی 10 نفر بازی رو بخوایم بخریم، خب کی میخواد نفر 10 باشه؟ من نمیتونم. اگه کسی هست بتونه تعامل کنه من اول بازی کنم بدم بقیه، من حاضرم این کارو باشم بکنم. خب ببین یه روشی که من قبل از اینکه بازیام گرون بشه استفاده میکردم اکانت شری با دوستامه. خب چون هر اکانت پلی استیشن نتورک چند تا ظرفیت داره و خب میتونی با دوستامون شریکی بخریم، مبلغش هم نصف یا حالا 1/3 میشه بعضی جاها، خیلی خیلی به صرفه تره، یعنی به اون شکل قیمتش باز بالا نمیره واسه یه بازی. راه حل بعدی هم برای کسایی که نمیخوان فعلا آنلاین بازی کنن مناسبه. با توجه به قابل هک بودن کنسول PS4 میتونید با این کار دیتای بازی ها رو با هزینه خیلی کمتری روی کنسول بریزید و بازی ها رو تجربه کنید، که البته به هیچ عنوان این راه رو پیشنهاد نمی کنید. خب رسیدیم به اینکه چجوری میتونیم یه اکانت اشتراکی داشته باشیم. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که اکانت PSN‌تون رو شارژ بکنید و خیلی باید دقت بکنید که والتی که برای اکانتتون تهیه میکنید حتما باید مطابق ریجن اکانتتون باشه. و خب اگر غیر از این باشه والتتون شارژ نمیشه، اکانتتون شارژ نمیشه و گیفت کارت رو دستتون باد میکنه، چون هیچ جای دیگه حاضر نیست این گیفت کارت از شما پس بگیره یا اینو واسهتون تعویض بکنه. پس خیلی دقت کنید که والتی که برای اکانتتون میگیرید مطابق ریجن اکانتتون باشه. بعد از این کار بازی رو از استور سونی خریداری میکنید و بازی به لیست دانلودتون اضافه میشه. حالا واسه اینکه پول خیلی زیادی واسه حجم دانلود ندید یا خب مدت زمان زیادی و با توجه به سرعت اینترنت کشورمون صرف دانلود کردن بازی نذارید، خیلی راحت میتونید به فروشگاهی که دیتای بازی رو میفروشن مراجعه کنید، روی هارد اکسترنالتون یا حتی خود دستگاه دیتا رو واسهتون می‌ریزن و خب هزینه خیلی کمتری هم داره به نسبت دانلود کردنش. حالا مشخصات اکانتتون رو باید به اون شخص، دوست یا آشنایی که می‌خواید اکانتتون رو باهاش به اشتراک بذارید براش بفرستید و خب واقعا باید دقت بکنید که این شخص باید مورد اعتمادتون باشه و خب ترجیحاً در دسترس باشه براتون،
چون خب با وضعیت فعلی دلار حتی 60 دلار هم مبلغ کمی نیست و باید واقعا به خاطرش دقت بکنید. و خب کم ریسکی نیستش که مشخصات اکانتتون رو به هر کسی بدید. بعد از اینکه مشخصات اکانتتون رو به اون دوست دادید، باید وارد اکانتتون باشه و کاری که باید انجام بده که اکانتتون رو روی دستگاه خودش فعال بکنه. به این صورت که باید وارد سیتینگز بشه، گزینه اکانت منیجمنت، گزینه اکتیویت از یور پرایمری پی اس 4 و باید دقت بکنید که این گزینه باید روی اکتیویت بشه که وقتی اکتیوه گزینه اکتیویت کم رنگ تره به نسبت گزینه دی اکتیو و این یعنی اون اکانت روی دستگاه فعال شده. بعد از اینکه اکانت روی دستگاه فعال کردید، تنها کاری که لازم انجام بدین اینه که برگردید به منوی اصلی از قسمت لایبرری و تب پرچس یا همون بازیایی که خریداری شده، بازی مورد نظر رو پیدا بکنید، اضافه بکنید به لیست دانلودها، مطابق اون میتونید حالا دیتا رو دانلود بکنید یا دیتاشو از جای دیگه خریداری بکنید. امیدوارم که این راهکار به دردتون بخوره و واقعا تو این گرونی بازی بتونید به بصرفه‌ترین نحو ممکن از بازی‌ها لذت ببرید. واقعا چون دوست ندارم فاز منفی بدم، بخوام حرفای بد و منفی بزنم که یه حالت افسردگی به همون دست بده، سعی کنیم بازیایی که بیشتر دوست داریم اول از همه روش فکر کنیم. حالا اگر این امکان وجود داشت که بریم سراغ بازیای بعدی، میریم اونا رو میگیم، وگرنه که باید همه با هم مهربون باشیم و یه جامعه خوب گیمینگ رو تشکیل بدیم، همه با هم بازی کنیم. خب میدونم شرایط اقتصادی یه مقدار بده، مخصوصا ما گیمرها که با بازی بزرگ شدیم نمیتونیم صبر کنیم بازی ها رو دیرتر بخریم یا نخریم. امیدوارم فقط این شرایط درست شه که همه بتونن استفاده کنن و لذت ببرن. میگه کاش که آرزومه که قیمت ها بکم متعادل تر بشه، معقول تر بشه. ما گیمرام بالاخره دزدی نمی کنیم، بیا پولمون رو بالاخره جایی در میاریم و نمیتونیم انقدر هزینه بدیم. و اینکه خیلی الان یه جوری اوضاع شده که برای هر چیزی، هر بیزنسی، هر کاسبی خیلی سخت شده. امیدواریم که همه حالا کاسبا، تمام کسایی که دارن حالا چه توی صنعت گیم، چه توی حالا توی خود کشورمون، توی تهیه و توزیع خود بازی ها هستن، فروشگاهی گیم نت دارن، نمیدونم که فروشگاه گیم استور دارن بازی میفروشن، یه جوری بشه که اونا هم کارشون رونق داشته باشه، ما هم بتونیم بازی ها رو با قیمت بهتری تهیه کنیم. اگه بخوایم یه مروری بکنیم که چه راهکارهایی رو بهتون گفتیم، خب راهکار اول اینکه کلا صورت مسئله رو پاک کنیم، گیم رو بوسیم بذاریم کنار، بشینیم سر درس و مشقمون، حالا صبر کنیم تا وقتی که شرایط درست بشه. راهکار دوم اینه که خب 14 نفری دارید دیسک بازی رو تهیه بکنید. حالا اینکه تو هفته چه جوری میتونید ازش استفاده بکنید و بینتون چه جوری تقسیم میشه، اون رو دیگه خدا داند. و راهکار بعدی که به نظر من بهترین راهکاره اینه که از اکانت‌های اشتراکی استفاده بکنید، با دوستتون دو نفری اون بازی رو تهیه بکنید که تقریبا قیمتش براتون نصف در میاد. و راهکار آخر که اصلا توصیه نمی‌کنم، استفاده کردن از اکانت‌های هکیه، که خب باید این ریسک هم بکنید که یهو دیدید 4 میلیون دستکتون رفت هوا. مرسی از اینکه این آیتم با ما همراه بودید، امیدواریم که این راهکارا به دردتون خورده باشه و میریم سراغ ادامه برنامه. بازی وی هپی فیو رو با توجه به بازاریابی و کمپین‌های تبلیغاتی سنگینی که براش انجام شد، شاید نشه به عنوان یه بازی کاملا مستقل محسوب کرد، ولی خب به هر حال این عنوان محصول یه استودیوی مستقل به حساب میاد. داستان بازی در شرایط تخیلی میگذره که انگلستان به اشغال آلمان نازی در اومده و حالا سالها بعد مردم شهر ولینگتون ویلز با انجام اعمال وحشتناکی آلمان‌ها رو از شهر خودشون بیرون کردن و برای رهایی از مشکلات افسردگی بعد از اون اتفاق، همه مردم شهر مجبور به مصرف قرص‌هایی هستن که خاطرات تلخ و تاریک اونا رو از بین ببره. شما در طول بازی کنترل چند شخصیت رو به عهده می‌گیرید
که از خوردن این قرص ها امتنا میکنن و میخوان خاطرات گذشتهشون رو به دست بیارن. شاید همین داستان بازی تنها نقطه مثبت این عنوان باشه که خیلی از رمان 1984 جورج ارول الهام گرفت. بازی مشکلات زیادی در گیم پلی خودش داره. در جایی که شما دیگه قرص ها رو نمیخورید، باید از دید مردم شهر مخفی بشید و به صورت مخفی کاری در بازی پیش برید. ولی عملاً به لطف هوش مصنوعی عجیب و غریب مردم شهر که از هیچ الگوی پیروی نمی کنن، باید بی خیال مخفی کاری در بازی بشید. بازی وی هپی فیو معجون عجیبیه که در بعضی از جاها خیلی خوبه و در بعضی از نقاط هم ضعف‌های شدیدی داره. نه ببین ای خدا بکشد دل علی، ببین اینو می‌ذاری اینجوری اینو برمی‌گردونی اینجا. آره همون همون ببین اینو می‌ذاری روی این. نه نه یه دقیقه نگاه کن این روی این اینجا. حالا اینو بشرف می‌کنی من با دست کنه. آفرین آفرین آفرین. سلام رفقا، امیدوارم خوب باشه. خیلی خوش اومدید به لسپلی. این هفته بحث فوتبال شد. بله گفتیم که پرند بیاد اینجا، این چالش دل علی هم که از صبح درگیرش بودیم و 7-8 بار دستمون داشت فلج میشد. آره من دستم رفت تو چشم. آره این هفته واسه یه نقد ورزی بالا بردیم از پس 2019 PS و کی فوتبالی تر پرند. چطوری پرند؟ خوبی؟ مرسی بهراد. یه سلامی میخوای بده به بینندگان؟ آره. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی دلمون می‌خواست ببینیم پس 2019 چجوری قراره باشه. حدوداً یک هفته است که دموش اومده بیرون، خود بازی 30 آگوست میاد. بله واسه همین بریم ببینیم که چه تفاوتایی نسبت به نسخه قبلیش داره، چه بهبودایی داشته، یا سعی کنیم خیلی مقایسهش نکنیم با فیفا چون که اصلا نمیشه مقایسهش کرد. برندش میکنم. حتی اینم همین اول بگم که نظر تیم اتاق بازی کلاً روی فیفاه و یکی از دلایلی هم که پس ما روی دمو داریم واسهتون میریم همینه. ولی مثل پارسال فیفا 19 ریلیز که بشه هم واسهش ویژه برنامه میریم، هم حالا پلی تایم های آموزشیشو داریم. خب پرند، پس فکر کنم با امسال با اینکه دیگه چمپیونز لیگ و لیگ اروپا و سوپرکاپ و اینا رو کلا دیگه داره نابود میشه، همه خیلی یهویی شوکه شدن چون یوفا اومد اعلام کرد توی حدودا میشه گفت اپریل 2018 بود، اومد اعلام کرد که پایان همکاری ما با کونامی نمیدونم همه اینا، همه اصلا یهو موندن که چی شد این همکاری تموم شد. خیلی هم با روی خوش همه اعلام کردن که دیگه قرار نیست چمپیونز لیگ و لیگ اروپا رو داشته باشیم. بعد توی ای 3 2018 یهو فیفا اومد اعلام کرد که قرار چمپیونز لیگ داشته باشه، یعنی لایسنس ها رو گرفته بود که هم یوفا رو داشته باشه هم چمپیونز لیگ. درست. این یه افت خیلی زیادی بود واسه تنها دارایی که داشت ازش گرفتن. از طرفی هم همه میدونیم که همیشه لیگ انگلیس و یه چند تا تیم دیگه هیچ وقت کیتو لایسنس اسمش رو نداشتن، پس دیگه اصلا کلا یه سری اتفاقای خیلی بدی واسه کنامی افتاد به نظر من. حالا اینکه اومد امسال سعی کرد، ما فکر میکردیم وقتی این اتفاق افتاده باید توی توی امسال یه ارائه خیلی زیاد بشه، بیاد سعی کنه مثلا خیلی اتفاقات خاصی نشون بده که همه بتونن برن سمت این بازی. خب بالاخره کم طرفدار نداشت، فکر کنم هممون اکثرمون حداقل تا 2007 2008 مجید جان تا 2012 بازی رو ادامه، یعنی پس بازی میکردن بعد رفتن سمت فیفا. فکر نمیکنم کسی کلا با فیفا شروع کرده باشه فوتبال بازی کردن چون فیفا اون اوایل خیلی سخت بود، یعنی کلا واسه کسایی هم که سنشون کمتر بود اصلا نمیتونستن بازی کنن، اکثرا میرفتن سراغ پس. و یه چیزی که واسه خودم خیلی جالب بود جوری که پس امسال خواست اون دست و پای آخرشو بزنه استفاده از بکام بود. میتونم بگم بکام جز محبوب ترین چهره های ورزشی تاریخ طرفداری رئال مادرید، منچستر یونایتد و تیم منچستر. اول که منچستر بود و با فورگی. آره اومد یه نسخه داد بیرون به اسم بکامدیچن که تو پری اوردر بالاترین قیمت رو داره الان اگه نگاه بکنید. اومد استفاده کرد از بکام، توی تیم منتخبشون تمام ستاره ها هستن، مارادونا هست. آره دقیقاً واسه همین دیگه این تمام زوری بود که میتونست بزنه واسه اینکه بازی موفق کنه. و اینکه بکام امسال به آیکانای فیفا 19 اضافه نشد، این نشون دادش که قرارداد انحصاری بودنش دست پسه و باید تا چندین سال دیگه حداقل صبر کنیم تا ببینیم کی بکام هم از دست میدن و دیگه کلا
نابود میشن. خب پرند بریم سراغ منوش. خب راجع به منوش بخوایم صحبت کنیم، فعلا تو این قسمت دمو که می‌بینید سه قسمت اگزیبیشن مچ، کویک مچ و کوآپ. اگزیبیشن مچ که همون کیک‌آفه. کویک مچ هم که بازی آنلاینه، کوآپ هم می‌تونید سه به سه بازی کنید، همونطور که خودش هم توضیح داده گفته اگه یالا یار اضافه هم نداشین کامپیوتر این کار می‌کنه. بریم تو قسمت اگزیبیشن مچمون. خب بریم یه دست. بچه ها توی دمو 10 تا تیمو فکر میکنم که فقط ارائه داد، تو قسمت باشگاهی بارسلونا و شالکه و لیورپول، حالا تا پایین یعنی از هر لیگ فکر میکنم یه تیمو به عنوان نماینده فرستاد و تو قسمت باشگاه اینترنشنال هم که فرانسه و آرژانتین رو واسه هم فرستاده. من لیورپول بازی میکنم به نیابت از انگلیس. بله اگه منو هرس ندیگی که لیورپول بردشی بزن بریم بریم سراغ بازی، چون فکر می‌کنم این قسمت همون حالت فیفا باشه، توضیحات اضافه‌ش هم خیلی فکر نمی‌کنم به دردمون بخوره. بریم داخل بازی. من هیچ نظری ندارم بعد فیفا پس 12 آخرین پسی بود که بازی کرد. من 2006 هم که عکس تیانی هاندی داشت روش با جان تری. نه واسه من عکس رونالدو روش بود. من تازه رو پی‌سی هم بازی می‌کردم اون پس. آره من پی‌اس‌پی. یه نکته، یه چند تا نکته هست بهراد، من نمیخوام بازی مورد علاقمونو فیفا رو چیز کنم، ولی خب واقعا راستشو بخوایم اصولا از فیفا بهتر عمل کرده. پس یه چند تا قضیه تو حالت گرافیکی بچه این دمو خیلی تو خود یوتیوب هم ازش تعریف شده، بازی بارسا لیورپول توی این نزن بره نمیزنم چون تعریف شده بود خیلی قیافه ها اینا همیشه طبیعی طراحی شده، اینو خیلی ازش تعریف کرد. دقیقاً بازی بارسلونا لیورپول هم بود که خیلی ازش تعریف کرده بودن. نکته بعدیش لایتینگه. اگه دقت کرده باشی همیشه یعنی از دور وقتی میخوای بفهمی این پس یا فیفا میونی کلمت این گرافیک بیرون ورزشگاه خدای نسبت به فیفا خیلی بچه بهتره. بچه‌ها هم که میبینید لاین اپ و اینا نسبت به نسخه قبلی هیچ فرقی نکرده، همون مثل پس 18 یعنی اصلا چیز خاصی نمیتونی ببینی. یه چند تا انتقاد شده بود این بود که لباسا خیلی وکسی به نظر میرسه، یعنی انگار چسبنده است. گرافیک لباسش خیلی انتقاد شده بود بهش، ولی نکات مثبتش همون یکی قیافه بازیکن بود که همیشه خب به نظر من پس شاید به اختلاف یک دهم جلوتر از فیفا بوده تو این قضیه. دومین نکته آره دارم شروع میکنم. خب دومین نکته لایتینگ بوده، مخصوصا تو دی تایم وقتی بازی تو روز انجام میشه. میدونید که من یه بودی هم دیگه وقتی حرفی ندارم چند بازی کنم. من سر پلی تایم دکورو اینو ثابت کردم که اون یه بودم ندارم بدون بودم. بعد بهرا جان نه بگو آقا من الان بگم نه میخواستم اینم بتونم یه گل بزنم همین اول کارم. به من گل بزنی آره پنج دقیقه دیگه دونه میخورم. بعد دومین چیزش همین قسمت لایتینگش بود. حالا میگم قسمت بهبودایی که این بازی نسبت به نسخه 2018 داشته، یکی توی پاسکاریش بود. بچه اینا همه ولی به قول انگلیسی ها ماینره، یعنی اتفاق خاصی که بشیم راجعش صحبت کنیم نیفتاده. پاسکاریش رو یک کم قوی تر کردن، این که مثلا پاسکاریش رو قوی تر کردن. بله بله میفهمیدید. نمیدونم بهراد بازی کردی قبلا با پس ببینی چطوری بوده؟ ببین من دموشو فکر کنم 10 روز پیش اومد گرفتم بازی کردم. آره یه مقدار فیزیک بازی مسخره است. خب یعنی توپیو که وقتی شوت میکنی یا پاس میدی انگار توپ اصلا حجمی نداره، جرمی نداره، ولی توی فیفا قشنگ میبینی که اون توپه داره فیزیکه. اینجا نه میزنی این ستاره محو میشه یا توپه میره وسط تماشاچی ها. اینو میخواد دقیقا نکته که گفتی بهراد آفرین، چیزی بود که یکی از منتقدین گفته بود. قضیه این بود که بچه ها پس گیم تره نسبت به فیفا. بازیه قشنگ. آفرین مرسی. یعنی اینکه دروازه‌بان مثلا حرکت های خفن میکنه، تو میتونی کارهای خفن بکنی. نمیتونم یا نمیتونی مثلا فیفا خیلی ریالستیک تره. حالا شاید یکی دوست داشته باشه اینطوری بازی بکنه، چون تو خارج از ایران طرفدار پس خیلی بیشتر از کسایی که تو ایران مثلا طرفدار پس. قدیمی تره یه مقدار. دقیقاً. دومین چیزش تکنیکاییه که من خودم آشنایت ندارم با تکنیکای پس، ولی شنیدم که اونا هم ارتقا دادن، هوش مصنوعی رو خیلی بردن بالا. یعنی مثلا مثل همیشه دیگه بازیکن جدید بیاد تو تیم بازیکن ها بهش پاس نمیدن اکثرا. من نمیتونم واقعا حرف زدم. بله بله میدونم. خب میگفتی حالا قبل پلی دو دست زده بودیم هیچی گل نزدیم. دقیقاً توی دو سه دست که بازی کردیم یه دونه گل هم نزدیم. بعد من الان دوباره آلترناتیو کردم چیزمو و دارم بهتر بازی میکنم، نمیدونم چرا.
بعد دیگه نکاتی که بخوام بگم و شادیای بعد از گلیه که اضافه کرده، ولی میگم بازم همه اینا باعث نمیشه یکی بره فیفا رو ول کنه. آره. بیاد پس بخره. و یه چیز دیگه هم که به نظر من راجع به پس و فیفا، حالا باز مقایسه نباید کرد، ولی خب بخش مایکلاب فیفا پس در برابر اولتیمیت تیم فیفا که به نظر من اصلا نمیشه مقایسه شون کرد. تو خیلی فند اولتیمیت تیم. نه اصلا بحث فهمیدنش نیست پرن، تو مسابقاتشو نگاه کن. مثل اینه که تو مثلا بیای یه بازی خیلی سطح پایین رو مثلا با 2-2 مقایسه کنید توی پی سی، خب مسابقات دوتا رو میبینی مثلا یوی 16 میلیون دلار کش میذارن واسه مثلا برنده. جای جای. آره الان امسال 24. آره 24 شده امسال، میگن دوستان من زیاد پی سی باز نیستم و اینکه، ولی خب التیمیت هم دقیقا همینه، مسابقات خفن داره، بعد به تمام مناسبتات کارتای مخصوص میده، قشنگ داری با بازی میری جلو، ولی دقیقا. نه به نظر من مایکلاب پس اینجوری نیست. آره اینه، این از نکات خود بازی. دیگه راجب میگم چیزی که همیشه جلوتر از فیفا بوده گرافیکش بوده که امسال هم ناامید نکرده بهراد، یعنی داونگرید نشده قضیه، خیلی هم بهتر شده. ولی از طرفی هم خب فیفا امسال واقعا اونجوری که من دیدم گرافیکشو، حالا من هی به خودم میگم مقایسه نکنم ولی نمیشه این کارو نکرد. فیفا حالا چند روز میشه خبرشو خوندم 16 تا استادیوم جدید از لیگای اسپانیا، ستا لیگ اسپانیا دسته یک و یعنی لالیگا و دوتا لیگ پایین‌تر. کلاً لایسنس هایی که گرفته امسال خیلی قوی تر بود. نزدیک 300 تا پلیر جدید هم علاوه بر اسکن فیس اضافه کرده. خب این خودش خیلی خفن و دقیقا. واسه اونایی که خیلی واسه گرافیک صورت و اینا مهمه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و ممکن نیمه اول بردیم یکی. خب حالا که داریم سراغ نیمه دوم، یه سری نکات فنی‌تر خود بازی بپردازیم. پرن نظر راجع به گیم پلیش چیه؟ یعنی به عنوان یکی کسی که فوتبال فنه و هم توی دنیای واقعی فوتبال دوست دارم، سالیان سال فیفا و پس بازی کرده، به نظر تو پس 18 گیم پلیش حرفی برای گفتن داره؟ 19 درسته، من معذرت میخوام. ببین جالبه که توی سایت همین اتفاق افتاده، یه سایت خیلی معتبر نوشته بود پس 18 داره آگست میاد، خیلی نکنه تو نویسندش بودی. خب گیم پلیش میدونی قضیه عادت کردنه. شاید من الان بگم که خب من فیفا رو دوست دارم به خاطر اینکه به قول تو سالیانه سال دارم بازی میکنم، راحت تر اومده دستم. مثل فرق دیدی میگن شوتر رو با پی سی بازی نکنی با پلی استیشن، این به خودت بستگی داره چطوری دوست داری بازی کنی. اگه دوست داری کارهای خفن تری بکنی، اگه دوست داری مثلا فوتبال رو گیمینگش بکنی، خب پس انتخاب بهتریه. ولی اگه نه دوست داری همونطوری که تو زمین داری بازی پیش میره جلو، همونطوری که واقعا بازیکن‌ها میخوان مثلا تو زمین بازی کنن، تو هم همون روشو ببری جلو، خب واسه تو اون وقت فیفا مثلا گزینه بهتری قرار میشه. نه خب ببین از این عادت کردنه بگذریم، یه سری چیزا دیگه باید حالت استاندارد باشه دیگه. به طور مثال همون شوتایی که الان من چند تا زدم، ببین هست. از هر جای زمین شوت میزنی مستقیم میره سکون جلو یا دروازه میگیری یا گل میشه. دقیقاً نکتهش هم همینه، میدونی که شوتا خیلی سخت میشه خارج از چارچوب باشه. خیلی سخت پیش میاد که خارج از چارچوب باشه توی پس. این چیز جالبی بود که من نکته بود که امروز فهمیدمش. واسه همین خب میگم باز انتخاب خودته، دوست داری این اتفاق واسه بیفته یا نه. خب مثل ایم اسیسته، هی میخوام بازی های شوتر رو مثلا مقایسه میکنم چون بقیه شاید اونقدر فن فوتبال نباشه. مثل ایم اسیسته، خب تو دوست داری ایم اسیسته سلیقه تو هست. سوال با کی بازی میکنی؟ نه دیگه خب تو من نمیگی سلیقه است، تو عادت کردی که اینجوری بازی طور باشه یا شبیه ساز باشه. خب من به فیفا عادت کردم. عادت کردی فیفا، یعنی اگه بخوای بین فیفا و پسی که انتخاب کنی مطمئنا فیفا. خب یه نظر کلی راجع به وحوه، یه نظر کلی این که واقعا سقوطشو به خاطر سیاست‌های بد شرکتش داره میگیره این بازی، وگرنه پتانسیلشو داشت که بتونه، نمیگم بهتر از فیفا بشه ولی با فیفا رقابت کنه، یه رقابتی که جفتشون خفن بیان بالا. ولی این اتفاقاتی که داره واسش میفته به خاطر مشکلایی که داره خود اون شرکت و کنامی و اون قراردادایی که میبنده همه اینا پیش میاد، وگرنه هممون یادمونه که پس 2007 خیلی بهتر از فیفا 2007 بود. همینطور تا ادامه اون گرافیکش گیم پلی هممون همیشه بیشتر دوست داشتیم پس. یعنی از این چیزام بگم این بی تاثیر نیست، حالا من خودم حداقل اینجوری بودم اون موقعی که پس خیلی، این نظر شخصیمه، پس خیلی رو بورس بود و همه بازی میکردن و خیلی خفن بود، به نظر من به قدر بخش کریرش بود. آره. چون موقع چیز اسم التیمیت تیم به اون شکل هنوز باب نشده بود و اصلا کلا گیم های آنلاین خیلی خفن نبودن. توی کریر یادم میتونستی پلیر بسازی و
شکار نکنیم کجا زدی؟ نه دایره مربت رو عوض کردی تک به تک سه به یک بود فرم دایره تو مربت رو عوض کردی اینو چیز کردم آره دقیقا من این دونه ساخه بودم پری خطر بعد پری خطر رفت بارسا میتونی که ترنس یعنی این بخش هنوز هم هست هم توی خود پس هست به عنوان کریر مود هم توی فیفا هست ولی خب چون اکثر بازی رو با آنلاینشان رفته دیگه خیلی الان طرفدار نداره و برگه برنده دست فیفاییه که اولتیمیتونش خیلی قویه بخش آنلاینش خیلی قوی تر پس همین دیگه دمت حالا بازم هرکی میتونه انتخاب خودش رو داشته باشه ولی من دوست دارم بدونم اگه یه روز یکی پس رو ترجیح داد به فیفا واقعا المانش چی بوده اون چیزی که واسهش مهم بوده چی بوده بجز گرافیک و گیم پلی و اینا چون من نمیبینم نکته یا که بخوام برم جفتشو یه مقدار پول بدم جفتشو 60 دلار الان برای پری اوردر بدم ولی مثلا خب این هیچ نکته مثبتی نسبت به اون نداشته باشه این یکم ضعف اون کمپانی بازیساز اون استدیو رو میرسونه به نظر کاملا کاملا باهات موافقم تو این یه مورد و اینکه دمت هم گرم که امروز اومدی اینجا و یه حسی یه دست دیگه بزنیم لولت کنم قشنگ من داشتم صحبت میکنم ما فعلا بریم بازیمونه بکنیم آه ما بریم یه دست فعلا خدافظ ببین برگردون رو دیدیم محمد صلاح برزن خب مایم و مجید خب حالا پس ما تا اینجا رسیدیم که خب بالاخره این مشکلات هست حالا پلن چه یا چیکار می‌خوای بکنی یا اگه دوست داری صحبتی بکنی بالاخره بعد بدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته اینو داشتم میگفتم ما تصمیمی که گرفتیم بابت این سختیایی که الان داریم و این اتفاقاتی که الان گریبان همه رو گرفته ما هم جز داشت تو این یک سال نام هی بهتون گفتیم که آقا ما جدن بدون اسپانسر رفتیم و جدن بدون حمایت مالی از هیچ نهاد و ارگان هیچ نهاد و ارگانی که خدا رو شکر همه هم با اسم ما اینجاست همه هم با اسم ما همه کاری کردن ولی ما خودمون هیچ چیزی نبودیم تو سازمان همین مشکل رو داشتیم اگه تو ذاتت همین جوریه همه رو بزرگ میکنی بعد خدا رو شکر خدا رو شکر و تصمیمی که گرفتیم به اینه که همونجوری که بهنودم گفت من یه کاری روی سالو میخوام شروع کنیم انشاءالله هنوزم اوکی نشده حالا هنوزم اوکی نشده یه کاری رو میخوام شروع کنیم یه مقدار میخوام به هر حال درگیرمون میشیم و از این برم به هر حال اتاق بازی خرج داره هر هفته ای که برنامه ساخته میشه خرج داره و دیگه و توی این وضعیت توانش واقعا دیگه نیست یعنی تا اینجا من خودت دکور رو عوض کردی آره دکور خیلی هزینه داشت خیلی از همه تو گفتم واقعا مجید نیاز تو دکور رو اینجا عوض بکنی من اخلاق منو میدونی من آدمی نیستم که بیننده واسم اهمیت نداشته آره بله و این تفاوت توی نگاه بیننده میدونم که جواب میده کما اینکه جواب داد جواب داد کما اینکه ما میانگین بازدید 5000 تایمون توی فصل یک الان رسیده به 70-75 هزار تا و بیشتر هم میشه چند بوده؟ 123 هزار تا بود که برنامه چندان برنامه بود؟ تو هم فصل دو اون برنامه بود که خانم باقریان اومده بودن اوکی پناه باقریان بریم بیام این خندوانه هست نه اینجوری میکنم یه داداش هماهنگ کنم با آقای شاهوسی بریم یک دو سه بریم کجا بریم بیایم به تو چه داریم کار میکنیم کارگران اجازه اینجا میگه 16 دقیقه شد آقا اعلام بفهم نه خب بگو من تعجب کردم فکر کنم فلو شده اونجا میگه به عادت هم گره خیلی خب و اینکه الان ما تصمیممون به این شده که دیگه اتاق بازی رو از این هفته که نه این که پخش میشه آره ماهی دو بار داشته باشیم این ماهی دو بار داشته باشیم یعنی یک هفته در میون بیایم و به خاطر همون کار دیگه‌ای که داریم انجام میدیم که هر روز هم مثلا پول درگیر می‌کنه دو هفته ما بعد از این برنامه پخش نداریم بعد از دو هفته برمیگردیم و دیگه یک هفته در میون برنامه داریم یه مدت این شکلی بریم جلو آره اگه اسپانسر هم اگر اسپانسر داشتیم که اتفاقا صحبت هم کردیم اما آره هر روز ساعتی میزنه اتاق رفرش میکنه اتاق بازی نه واقعا چون ببینید بالاخره هر کسی که میخواد بیاد حالا هر کسی هم که تو مثلا حالا نمیاد خونه مادرش قهر میکنه یا خونه باش قهر میکنه نه ولی واقعا هر کسی که تو اینستاگرام بالاخره چند تا فالوور اضافه تر از بقیه داره
اولا که خیلی همه مدیر برنامه دارن. من یه تعریفی بکنم از مدیر برنامه. آدمایی که خیلی سرشون شلوغه مدیر برنامه، نه اینکه می‌خواستم جمله بگم، نه اینکه خوشحال بیای خود جواب بدی بعد بگی که من مدیر برنامه، اینا رو ما می‌فهمیم. ما که دیگه ما تو خودمون رسانه‌ای، ما بزرگ شده دست رسانه‌ای، ما مدیر برنامه ما نزدیک دیدیم. اینو نکنید برای اونایی که حالا برنامه ما رو می‌بینن. و نکته بعدی این که خب واقعا پول می‌خوان، شاید حقشون هم هست که پول بخوان. یا مثلا خیلی از جاها من گفتم بیای ما همدیگه رو شات می‌کنیم. بهش مگه مرکز زیبایی لیزره که من تو رو شاتت بکنم رو اتاق خارج از ایران هم همین شکلیه. استاندارداش بهتره. مثلا جیلو رو جایی دعوت می‌کنن. نه حالا دیگه حالا پول می‌گیره. مثلا با برنامه الن شو. نه الن خودش یه برنامه ای آخه. ببین اینو می‌خوام بگم. مثلا خندوانه که پول نمیگیره، شاید پولم بگیره. نمیدونم حالا من اگه فردا بود بیاد گیر دارم بده. نمیدونم. نه آقا پول غلط کردم. کات بوق بذار روش. بودت میبینم ببند شما همه بوق. آره ولی بالاخره ببین مجید میدونیم ما مشکلمونه که ما من به نظرم این قضیه رو یه سری دلال این قضیه رو بله بله شما الان هستن تو سازمان که من میشناسمشون. شما بیا من وسطت میکنم. اگه طرف پول میگیره فلان کسکو بهت معرفی کنه بیاد مثلا اون بنده خدا مثلا روحش هم خبر نداره پول رد. بله بله این هست. مثلا خیلی رفاقتی میاد. من بود دیگه نمونهش بود دیگه سال 92 توی جایی این اتفاق افتاد. یه سایکونده وقتی فهمید خیلی عجیب بود بهش. یه نفر این وسط پول گیره. حالا ببینید اگر واقعا دوست دارید فکر میکنم کمکمون بکنید. هر جوری که فکر میکنید حداقل حمایتی هر چی منو خودتون میدید. نه پولی مالی نه بابا. بیاین کمک کنید. کمک فکری کنید. آقا من تدوین بلدم. شما میم مجید بچه‌ میم تدوین کنم. من نمیدونم هر کاری. ولی کلیت داستان این که هیچ گربه‌ای دم بده فقط آقایون میتونن بیان. آره حل شد مشکلت. خیلی نکته خیلی مهمتر اینه که به هر کسی که میخواد بیاد واقعا اینجوریه. هر کسی که میخواد بیاد پول میخواد و پول میخواد یا سکه میخواد یا پول میخواد. نمیتونی با کادو بگی بیا من یه کادو بهت میدم. این نیست. تموم شد مرد. اون چیزو برد لولو با کلم برد. حالا ببین این فقط میشه بحث کافه گپ. ها همین میخواستم. این فقط کافه گپ آیتم داریم ما. بابا یه بازی مجید میخواد. ببینید حالا شما گیم رو میخرید تهیه میکنید و توی خونتون استفاده میکنید. بارها استفاده میکنید. ولی فکر نمیکنم حالا آرمان مجید یا بقیه بچه مدام بخوام بشینم پای گیم. این یه بار میخرید وقتش نیست. دقیقاً وقتش نیست. اصلا ما ببین بازی دیگه یعنی حداقل 1 میلیون تومان تو ما یه دونه فیفا داریم کلا یه فیفا دیگه داریم که میشینیم فقط فیفا بازی میکنیم. بقیه بازی اصلا وقتش نیست بازی بخوایم بکنیم. 1-2 تو این وضعیت کاری اولا که ما یه کاری هم میتونم بکنم دیدی منو دیگه. من چند روز هفته درگیر اتاق بازی هر روز تقریبا و هر شب 6 صبح من زنگ زدم میگه ضبطو بندازیم عقب. یه واقعا اصلا کاری وقتش نیستی بخوام پول بذارید با هم یه بازی بخرید اهدا کن اتاق بازی رو بشم بازی چیکار کنی. آقا تو میگی آخه به گنج داره گنجونه من بیشتر خودم هستم. آره من که پولمو دارم من کارمو دارم زندگیمو دارم ولی بالاخره حالا ببین کلیت این بچه‌ها که درست میشه ان شاء الله درست میشه. خودم اگه یه چیزی رو یه برنامه دوست داشته باشم حمایتش میکنم. شاید نمیدونم در صورت ویای حمایت رو باید کسانی بکنن. قبول دارم. بله بله کارن یه هشتگ حمایت بزن چه میدونم این همه بودجه و این همه قضیه و این همه اتفاقاتی که رقم میزنن و این هم من نمیدونم. من میگم من بیشتر دلم از همین میسوزه که میان با اسم ما میگن که آره اتاق بازی هست اینقدر بازدید داره ما چه میدونم فلان میکنیم برنامه خوب. بعد باهاشون هم که صحبت میکنی آدم هرسش از اینجا میگیره. باهاشون که صحبت چقدر برنامه‌تون خوبه کیفیتتون فوق العاده ریتم برنامه‌تون خیلی خوبه به صحبت احسنت بعدش خب که چی احسنت به چه درد من 10 ساله دارم برنامه میسازم و خدا رو هزاران مرتبه شکر توی این 10 سال برنامه سازیم این 10 سال رو تعریف شنیدم از برنامه. اصلا خودم تعریف نمی کنم چیزیه که بقیه به من گفتن. من که آدم نیستم که بدون پول بیام بشنم. همه دوستای من میدونم من آدم حالا پولکی نیستم ولی بالاخره پول میگم. ولی من جنس کار مجید رو دوست دارم. من مجید رو میشناسم. من میدونم که مجید اینجا نیست. مجید خیلی بالاتره. حالا اگه شرایط ایجاب میکنه که این درگیر باشه بحث دیگه است. ولی من کار کردم یه سال دو سال میتونم مجید دارم کار آره کنم. میگم هر ساده بعد اینجا میگیره که میان تعریفم میکنم. خب آخه تعریف بشه درد من میخوره. من با عنوان برنامه ساز مستقل ببین و جوان بخش خصوصی بله دقیقا
غیر از اینه؟ نه. پس انقدر حرف که آقا باید از بخش خصوصی حمایت بشه، باید چه میدونم فلان کنیم. و حوزه گیم حوزه عجیبیه، حوزه بابا این همه. ببین با یه بنده خدای صحبت میکردیم گفتن که آره تی جی سی مثلا رویدادیه که ما بیایم بازی ها رو توش بین المللی بکنیم. یه بار یه بحثی اینجا من کردم با بچه ها، اکثر بچه هم موافق این قضیه بودن، با چند نفر از همکارا هم صحبت کردم توی رسانه، اونا هم اتفاقا موافق بودن که آقا ما میخوایم یه کار رو بین المللی بکنیم، اول همه باید از طریق رسانه خودمون رو بین المللی بکنیم. وقتی من به عنوان یک رسانه به اسم اتاق بازی بیام و پیشرفت بکنم، نمیگم پولدار بشم ها، نه منظورم پیشرفت حرفه‌ای توی کاره که نه من به عنوان اتاق بازی، نه من به عنوان مجید پیک، ما این داریم یه باری رو حمل میکنیم به اسم صنعت نوپای گیم ایران. خب که یه سری آدم به عنوان اصحاب رسانه توی این قضیه این کارو میکنن. من نمیگم من به عنوان اتاق بازی، کل این جمع رسانه‌ها بتونن این قضیه رو، آقا وقتی من میخوام یه خبری رو پوشش بدم و اونو از سمت کشور خودم به بقیه کشورها سرایت بدم، آقا چرا توی یه سری رویداد بین المللی که خارج از کشور برگزار میشه نیام رسانه خودم رو بین المللی کنم، نیام رسانم رو معرفی کنم که آقا اگر میخوای بازی های ایرانی رو ببینی برو فلان رسانه. خب تو وقتی این کار رو بکنی بازیات رو میبینن، یه چون معرفی کنه دیگه. نه منو دید. نه من آدمی نیستم که بگم من مجید بس دیگه. بابا تو چرا هی به نه مسخره بازی، آقا یه دقیقه وایسا، آقا تعارف که نداری که هی من نه. خب تو نه الان شد چهار روز شد دو بار در هفته آقا نه من نه نداره. ببین من توی جایی با یکی از دوستامی صحبتی شد به نام ضمانت اجرا. ما میگیم آقا چرا ما تو ایران ضمانت اجرا نداریم؟ چرا وقتی یه نفر میده صحبتی میکنه، یکی یه صحبتی میکنه، چرا ضمانت نمیده اون اجرا؟ آقا مگه نیومد آقا ایکس با تو صحبت کرد گفت خیلی خوب است که دوتا یه میز نمیذاری دو نفر بیا پشت اونجا بشینن و تو کار متفاوت میکنی؟ خب این ضمانت اجرایی صحبتیشون چی؟ بزن مثال بزنم ببین من میام به یک نفر رأی میدم در هر پوزیشنی، ضمانت اجرایی صحبت اون آدم چیه؟ الان ضمانت اجرایی که من دلار من شده 9000 تومان 8000 تومان ایکس تومان که الان نمیتونم بازی بخرم و ساپورت کنم بیننده خودم رو، کجا کی ضمانت اجرا به من میده؟ کی به مجید میاد ضمانت اجرا میده که آقا تو این برنامه رو بساز من پشتتم؟ غیر از اینکه هر کی میگه آقا چقدر به من پول میدی من بیام اینجا بشینم تو برنامه، نه بالاخره میخوای یه بازی بخری بعد یه هزینه ای بکنی. ضمانت اجرای مجید اینه که الان به اینجا میرسه که مجبور 4 روز بکنه 2 روز. این اتفاقی که ما تو ایران ضمانت، چرا؟ چون مثلا یاد نگرفتیم حرفی که میزنیم از دهن بزنیم، از گوشمون حرف میزنیم و از جاهای مختلف بدنمون، حالا انتخاب با خود مخاطب. نه واقعا همینه، ما ضمانت اجرای مجید که میاد به عنوان یک جوان، به عنوان یک رسانه مستقل، به عنوان یک جوان برنامه ساز خلاق ضمانت اجرا نداره. خب و ببین یه چیزی با محمد سام یه بار داشتیم صحبت میکردیم، اونم همینجوری مثل تو عصبانی شد. آقا میگه من نه. برگشت یه حرفی زد گفت مجید کاری که تو داری میکنی اشتغال زاییه، اصلا تو کالای ایرانی. بابا اینقدر میگیم حمایت از کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی، قاچاقچی ها پشت همه. تو اگه تو ماشین مثلا ردچی پلیس رو تباشه اینجوری میگه میگی پلیس ها خبر میدیم، اما تو ما نمیدونم کار رسانه چرا اینجوریه، انگار مثلا من اصلا نمیدونم چی نه بیام جلوی اینو بگیرم. بابا اگه این رشد بکنه منم پشتبندش رشد میکنم، ولی ما میگم همون باز برمی به ضمانت. متاسفانه همینه. ببین حالا که حرف شد بذار پس منم بگم دیگه. من شروع با کست جدید، من با خیلی از بچهای رسانه، با بچهای که رفیقم هستیم با هم دیگه، یعنی دور و دور هم دیگه رو میشناسیم، صحبت کردم گفتم آقا بیاد یه حرکتی بکنیم که ما رسانه ها پشت هم باشیم. کسی از جای دیگه که آقا راحت بگم دولت که پشت ما نیست، نه دولت که نه ارگان های دولتی پشت ما، نه دولت من درگیره اصلا کاری با ایناش نداریم، اون ما حداقل خودمون پشت هم دیگه باشیم. بیاید آقا با هم دیگه چی برگشته باشم به من بگن یکی از بچه‌ها چیه مثلا حرفشون چی بوده؟ آقا اینجوری معلوم نمیشه ما شماییم یا شما ماییم. با
بابا من دارم میگم بیا آقا این میزو بهنود با هم دیگه ببریم اونور، یه سرش تو میگیری یه سرش هم من میگیرم با هم دیگه میبریمش اونور. این میگه نه اینجوری معلوم نمیشه، تو بیشتر زور زدی واسه اینکه این میزو بلند کنی یا من. آقا تو به فکر اینی که این میزه جابجا بشه از اینجا بره اونجا سر جای اصلیش قرار بگیره، یا فکر اینی که من بیشتر زور زدم پس سهم من باید از این میوه ها مثلا بیشتر باشه. ما همسنیم، یادته توی بچه که بودیم چند سه تا صندلی میذاشتیم چهار تا آدم بودیم میدویدیم میگفتیم هر کی زودتر این متاسفانه توی ژاپن توی ژاپن میگه زمانی برنده میشید که همتون جا بشید، جا میده به طرف. اما چیکار ما صندلی رو میکشیم همین اتفاق ما چو اصلا یاد نگیریم کار گروهی یعنی چی. کار گروهی ببخشید تو چرا دیده بشی منم میخوام دیده بشم بابا اگه برنده دیده بشم همتون دیده میشید. ببین یه چیز دیگه حرفی هم که ببین واقعا دیگه تو دلم مونده بود الان این بحث کاش نمیشد ولی خب الان که شده بذار بگم یه بحثی که هست. من از خدام برنامه ای ساخته بشه که اینقدر خوب باشه، اینقدر از لحاظ کیفیت خوب باشه، من برم زیر سایه‌اش. خب چه اتفاقی میفته؟ من تلاشمو بیشتر میکنم، منم قوی‌تر شم. من وقتی رقیب خوب داشته باشم، پس میام با می وقتی که رقیب نداشته باشی، وقتی که اتفاق نیفته خب تو خوبی. آره صحبت می. ولی وقتی رقابته اجراشه، آقایونی که مستقیم چش تو چشمتون دارم الان میگم. آقایونی که میگن که چه میدونم فلانه و آی اتاق بازی اینجوری اتاق بازی، برنامه بسازید توی برنامه سازی با هم دیگه صحبت کنید. آره دقیقا مثل فوتبال میمونه دیگه. ما قبل مثلا بازی من و امیر بردوده سر منچستر یونایتد و منچستر سیتی با هم دیگه کلکل داریم تشی برمیگردیم میگیم آقا سر بازی رو در رومون یعنی دربی منچستر سیتی و یونایتد اون موقع حرفامونو میزن. آقا بیا تو زمین حرف بزنیم بیاید بازی کنیم. چرا چرا پشت هم حرف میزنیم چرا جلوی هم دیگه اینجوری همون دلم آقا بدت بشم بعد مثلا میریم پشت هم دیگه عشقم همین زمانتجه. شما به دایرکت مهمونایی که ما تو کافه گپ دعوت کردیم اکثرشون میگن دقیقه 90 به ما زنگ زدن. میدونین چرا؟ چون طرف گفته من میام اما چون ضمانت اجرایی وجود نداشته دقیقاً یک روب قبل برنامه گفت اصلا جواب که نمیده هیچی یه میگه من نمیتونم ببخش ای مگه امروز بوده. دقیقاً همینه. چند نفر تو سری قبل اومدن به تو گفتن برو برو ما پشت تیم ما حمایت میکنیم اما ضمانت اجرایی بهت ندادن. آقا مجید اومد بابا چقدر پول دکور دادی این همه پول دکور به امید اسپانسر و و و ببینید نه یه بار اینکه شما فکر ماه میگیم اسپانسر فکر نکنید این مثلا میلیاردر میشه مجید. نه بابا خبری نیست کسی از این وادی ها میلیاردر نشده ولی حداقل میتونه 4 تا کیس بزنه که کیفیت تدریس اصلا بهنود اگه ما پی به میلیاردر بودم بودیم اینجا نبودی اصلا اگه پی میلیاردر بودم بودم برنامه ساز نمیشدی برنامه والا برنامه ساز نمیدونم چی میگن شما 4 نفر رو پایلوت کردین فکر کردید اونا خودمون رو سوزونده بیرونمون مردم آره به خدا یه جوری فکر میکنم. آقا خیلی رک بذار بگم همین الان من تو اوج نداری با وام کامل در جریانش بله با وام با بدبخت 25 میلیون تومان هزینه دکور جدید ما شد. 25 میلیون تومان. من 25 میلیون تومان رو نگه می‌داشتم توی 12 ماه ما 2 میلیون حقوقم میشه. اصلا اون درجا خرج کردم شما 25 میلیون هیچ به خدا قسم هیچ مننتی رو بیننده نیست. هیچ مننتی روی سر هیچ کس نیست. مننت سر مسئولیت. عشقمونه داریم این کارو می‌کنیم. حال می‌کنیم با این کار. سینما میگیرم جلو میگم من این کارو کردم. حداقلش اینه که من جرأتشو داشتم یک آره بابا دو آدم اجرایی هم من تو میدونی بله اجرا نمیزنم من اگه حرفی رو میزنی انجامش اصلا من سعی میکنم حرف نزنم من کارمو میکنم من کننده کارم. من آدمی نیستم که بگم آقا بیایم بشینیم مثلا اینو اینجوری کنیم بشینیم الان فکر کنیم که مثلا این دوتا رو کجا بذاریم. نه آقا این دوتا رو بردا بذار اینجا تموم شد انجام بشه کار انجام کار انجام بشه آقا چیه بشینیم هی صبح تا شب حرف بزنیم. و اینکه آقا زشته این از ما ایرانی ها خیلی زشته خیلی بده خیلی چرکه که انقدر تهوع آور بخوایم پشت هم دیگه حرف بزنیم یه سری چیزایی بگیم که بار. اصلا مجید یه بار بیایم این ایرانی بودا اینا بذاریم کنار هی ما افتخار 7000 سال تمدن بابا الان جان بابا جان کجایی کوروش میگه خدای ما رو از دروغ
و و و و و نجات بده. این یعنی در بستر جامعه ما دروغ بوده، دروغ یعنی عدم ضمانت اجرایی. یعنی به مجید میگم مجید برو ما پشتتیم، مجید میگه باشه، مجید صد کارشو میکنه، برمیاد میگه ای نه تنها کسی پشتش نیست بلکه اذیتش هم میکنن. بابا ببینید تدوین یه سری المان میخواد، من رو هوا کردم تدوین کنم، کیس میخواد، وسیله میخواد، من بعد یه بازی، من یعنی به عنوان رسانه اتاق بازی بعد یه بازی رو بتونم بخرم باید پتانسیل مالی داشته باشم. خب نشه هیچی، اینم از بین میره، مثل 100 تا برنامه که تو خود سازمان از بین رفت صدا و سیما و 100 تا بازی که الان 100 تا برنامه که ما دیگه نمیتونیم اجرا بکنیم. خیلی خب کاری که از دست ما برمیاد اینه که کاتش نکنیم، از دست ما یعنی از دست مجید به عنوان صاحب اتاق بازی که کاتش نکنه، ولی مجبوره بره جای دیگه به خاطر عدم ضمانت اجرایی که مسئولین بهش دادن، بره جای دیگه پولشو در بیاره و بیاد هزینه کنه برای عشقش که هم اتاق بازی و شمایی که دارید بیننده و نگاه میکنی. خیلی خب بس دیگه، من زیاد حرف خوردم، مراقب خودتون باشید. پس ما قرار شد که دو هفته دیگه بعد از این دو هفته دیگه برمیگردیم پر انرژی تر و ان شاءالله که اتفاق خوبی بیفته. مراقب خودتون باشید تا برنامه دیگه، خدا حافظ.